اما مسئله بر سر اینه که این چیز ثابت فقط به اونی که قدمای ما بهش میگفتن نوع بشر هم منحصر نمیشه. در اونی هم که قدما بهش میگفتن اصناف بشری هم وجود داره. قدما میگفتن دیگه زیر مجموعه های نوع رو بهش میگیم صنف، درسته؟ تو منطق میگفتن دیگه. خب مهمترین زیر مجموعه نوع بشر چیه؟ زن و مرد. حالا اگه گفتیم در باب زن و مرد هم چیز ثابتی وجود نداره که اقتضای ستیز با اسنشالیزم اینم هست، اینم میدونید چه توالی فاسدی داره؟ توالی حالا از نظر ماها فاسد، از نظر ما متدینان و متشرعان عرض میکنم که فاسدش میدونید چیه؟ باز در مکتبها، در مرام ها و مسلک ها و ایدئولوژی های سابق یه چیزایی رو میگفتن تو انسان ها اگر مرد باشن ثابته، یه چیزای دیگه رو میگفتن تو انسان ها ثابته اگه زن باشن، و بعد میگفتن اگر ما حقوق متفاوتی برای زن و مرد قائل شده ایم، اگر وظایف متفاوتی برای زن و مرد قائل شده ایم، و اگر کارکردهای اجتماعی متفاوتی برای زن قائل ایم، هم حقوق متفاوت هم وظایف متفاوت، به تعبیر دیگری هم اختیارات متفاوت و هم مسئولیت‌های متفاوت و هم چیز سومی و اون کارکردهای اجتماعی متفاوت، به خاطر چیزای ثابتشونه. چیز ثابت تو مردا چیزایی هست ثابت تو مردها که تو زنها نیست، و چیزهای ثابتی هم تو زنها هست که تو مردها نیست. اون چیزهای ثابت مردها و اون چیزهای ثابت زنها باعث میشه که برای مردها و زنها فانکشن و کارکرد اجتماعی متفاوت قائل بشیم، وظایف متفاوت قائل بشیم، حقوق متفاوت قائل بشیم، تکالیف و وظایف، و از سوی دیگری هم حقوق و اختیارات متفاوت، و از سوی سومی هم کارکردهای اجتماعی متفاوت. اینا به خاطر اینکه زن و مرد با هم تفاوت دارن. واقعا توجه میکنی؟ شما نمیدونم حالا این کتاب های تا حدی میشه گفت روانشناسی عامه پسند رو میخونید یا نه، کتاب مثلا جان گری رو خوندی در باب زنان ونیوسی و مردان مریخی. حالا من نمیخوام بگم از سطح بحث خیلی عمیق تر از اینه، ولی میخوام بگم نمونه خیلی پیش پا افتاده شو میبینید تو همین کتاب های جان گری، در هر چند تا کتابی که در این باب نوشته اونم در واقع همینو میخواد بگی. میخواد بگی آقا اصلا زنان از ونوس اومدن، از کره ونوس اومدن، و مردان از کره مریخ اومدن، و معنیش اینه که اصلا دو نوع موجودند، و اینم که اینقدر با هم مشکل دارن به خاطر اینکه فکر میکنن یه نوع موجودند. خود این نکته خیلی مهمه البته ها، که گاهی وقتا اختلاف من و شما ناشی از اینه که خودمون رو بی اختلاف میدونیم. توجه میکنید؟ خود این نکته به نظر من نکته خیلی جدیه، که خیلی وقتا وقتی من و شما با هم اختلاف پیدا میکنیم که فکر میکنیم اختلاف نداریم. جان گری در واقع در این کتاب نظرش اینه دیگه، میگه اگه مردان میدونستن که زنان از ونوس اومدن نه از مریخ، و اگر زنان میدونستن که مردان از مریخ اومدن نه از ونوس، یعنی چیه؟ یعنی اگه میدونستن با هم اختلاف دارن اختلاف پیدا نمیکردن. این که اختلاف با هم پیدا میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن اختلاف ندارن با هم، فکر میکنن هر دوشون از یه جا اومدن، ولی این از یه جا اومده، اون از یه جا دیگه اومده. خب حالا من از این تعبیر فرودی نمیخوام در واقع دفاع بکنم، اما همه مسلک های سنتی اینو قائل بودن، همشون معتقدن مرد با زن فرق میکنه. حالا هر جور میخواستن بیان کنن، شما نباید فکر بکنید که جور بیان کردنش تفاوت در ماهیت قضیه داره. حالا مثلا شما تو دین خودتون میگید که اونا عقلشون بیشتره، مثلا اونا عاطفه‌شون بیشتره، فرق نمیکنه. اگه عکسش هم میگفتید همین بود، اگه میگفتید زن ها عقلشون بیشتره مرد ها عاطفه‌شون بیشتره، بازم همین بود. اصل قضیه اینه که یه چیزای فیکستی ثابتی تو زنان هست که تو مردان نیست، و یه چیزای ثابتی تو مردان هست که تو زنان نیست. حالا اون چیز ثابت رو سر فهرستش با هم نزاع بکنیم داستان دومه، نزاع سغرویه به گفته علمای قدیم ما، نزاع کبروی نداشتین در واقع. الان هم خیلی از بحثایی که به نظر من در ایران صورت میگیره به نظر من با اینکه ظاهر فمینیستی داره ولی عمیق نیست در فمینیزمش. من در یک مصاحبه هم چند سال پیش در مجله زنان عرض کردم بحث‌های فمینیستی در ایران ما و در بعضی از کشورهای مشابه ما به نظر من عمیق نیست. چرا؟ چون اون متفکر فمینیست، اون طرفدار فمینیسم، بحثش رو
در یک سطحی طرح میکنه که این سطح مخربه برای خود فمینیسم. اون میگه که شما میگید ما زنها عقلمون کمتر از عاطفمونه، عاطفمون بیشتر از عقلمونه، و شما مردان مثلا عقلتون بیشتر از عاطفتونه، عاطفتون کمتره. نه خیر، ما زنان هم عقلمون کم از عاطفمون نیست. راجعه میکنی؟ گویا مسئله بر سر فهرسته. نه، اصلا بحث بر سر این نیست. بحث بر سر اینه که اگه شما یک پست مدرن جدی باشید، معتقدید که حتی اگر در 5000 سال گذشته، در 100000 سال گذشته هم زنان ویژگی‌های ثابت مشترکی داشتن که در مردان نبوده و مردان ویژگی‌های ثابت مشترکی داشتن که در زنان نبوده، این وضع وضع مداوم و پایداری نخواهد بود. زنان از اول زن نبودند، تاریخ زنان رو زن کرده. مردان هم از اول مرد نبودند، تاریخ مردان رو مرد کرده. توجه می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ اینجور نیست که بگیم دو تا موجود بودن از اول یه تفاوت‌های ماهوی با هم داشتن، اینم که سیر تاریخیشون متفاوته به خاطر تفاوت‌های ماهوی خودشونه. نه، عکس اینه. اینا وارد تاریخ شدن، یه تطوراتی رخ داد، این تطورات زنان رو زن کرد و مردان رو مرد کرد. یعنی به زنان ویژگی‌هایی داد که در مردان نیست و به مردان هم ویژگی‌هایی داد که در زنان نیست. ولی باز تاریخ به سیر خودش ادامه خواهد داد. فردا ممکنه این ویژگی رو از زنان بگیره بده به مردان و اون ویژگی رو از مردان بگیره بده به زنان. توجه می‌کنید؟ چیز ثابتی وجود نداره. و خدمتتون عرض کنم که من در یه جای این بحث رو پیش کشیده بودم، البته به مناسبت چیز دیگه. بعد یه آقایی میگفت که اگه اینجور میگن این پست مدرن ها، در احادیث ما آقا نظیر این سخن هست. و اینجور گفتم چجور؟ گفت که خب ببینید، مثلا ما در قرآن داریم الرجال قوامون علی النساء، درسته؟ یه نوع سر بالا بودن مردان نسبت به زنان. از سوی دیگه در حدیث هم که این قرآن دیگه، کتاب و سنت دستشون در آغوش هم دیگه است. در حدیث هم که اومده که در آخر الزمان یکی از ویژگی‌های اینه که دینهم دنانیرهم و قبلتهم نساؤهم. دین مردم پولاشونه و قبلشون هم زناشونه. خب یعنی از عوض میشه دیگه، درست عکس اون میشه. قبلا از رجال قوامون علی النساء بودن، حالا در واقع النساء میشن قوامات علی الرجال. علی دقیقاً بگیم درسته، میشن النساء قوامات علی الرجال. میگفت خب عجب، اینم یه چیزی خودش. توجه میکنی؟ ولی نمیدونست که خیلی چیز از اینا عمیق‌تره. این حرف به این سادگی هم نیست. این که میبینید در گرایش‌های پست مدرن جریانات فمینیستی رشد کردن به خاطر همینه. جریانات فمینیستی از اینجا رشد کردن که می‌خواستن بگن بابا این چیزی ثابت که به ما نسبت میدید، چه خوب باشه چه بد، به ما زنان نسبت میدید، اینا در ما ثابت نخواهد ماند، به زودی خواهیم دید که ما عوض میشیم. کما اینکه این چیزایی که به خودتون نسبت میدید شما مردان، چه خوب چه بد، کاری بهش هم نداره، ثابت نخواهد ماند در شماها. توجه میکنید؟ و این معنیش اینه که اگر تا الان یک ریاضیدان تراز اول زن ظهور نکرده، فکر نکنید زنان استعداد ریاضی ندارن. تاریخ هنوز این مجال رو نداده. شما میگید که به آقا هنوزم یک زن ریاضیدان تراز اول ظهور نکرده، هنوز یک زن فیلسوف در حد کانت، افلاطون و ارسطو ظهور نکرده. توجه میکنید؟ اینو میگید دیگه شما. این فکر میکنید که یعنی یه منقصتی اینجا وجود داره. از اون طرف هم چه بسا بگید که یک مرد با عاطفه ای مثلا فرض کنید که خانم مثلا سیمون وی ظهور نکرده تا الان، وقت بگید خب یه منقصت هم تو مردان پس معلوم میشه وجود داره. نه هیچ چیزی هم از این که منقصت باشه یا عرض میکنم نشانه کمالی باشه در زنان ثابت خواهد ماند و نه هیچ چیزی در مردان ثابت خواهد ماند. و این معناش اینه که هم وظائف زنان باید با مردان بعضش عوض بشه، هم اختیارات زنان و مردان و هم فونکشن های اجتماعی زنان و مردان باید عوض بشه. اعتراض می‌کنی؟ در اینجا مخالفان فمینیسم معمولا دیدید رو چه ویژگی انگوش می‌گذارند؟ روی ویژگی های بیولوژیک. و میگن که آقا دیگه بالاخره این که دیگه هر چی بخوایم انکار بکنید، ویژگی های بیولوژیک مردان که با هم متفاوته، بالاخره زن است که زایمان میکنه. توجه میکنید؟ مرد زایمان نمیکنه. اما حتی از این بالاتر بعضی از متفکران پست مدرن گفتن ویژگی های بیولوژیک هم ثابت نخواهد ماند.
حتی اینا که ثابتش میدونی. مگه ما آدما ویژگی های بیولوژیکمون هم از اینکه مرد و زن باشیم از روز اول که به دنیا اومده این مثل الان بوده؟ شما در نظر بگی انسان های 400 هزار سال قبل، انسان های 100 هزار سال قبل و حتی انسان های 60 هزار سال قبل ویژگی های بیولوژیکشون با ما فرق میکرده. خب تطور تاریخی حتی ویژگی های بیولوژیک ما رو هم متفاوت کرده، مخصوصا اگر شما دیدگاه های در واقع ترانسفورمیستی داشته باشید، یعنی قائل به تطور انواع باشید، حالا چه با روایت داروینش چه با روایت غیر داروینی مثلا لامارکی، ولی به هر حال اینو که میپذیرید که ما ویژگی بیولوژیک اونم عوض شده. خب همینطور که ویژگی بیولوژیک همه ما انسان ها هم از مرد و زن عوض شده، ویژگی بیولوژیک مردان هم میتونه عوض بشه، ویژگی های بیولوژیک زنان هم میتونه عوض بشه، و حتی بعید نیست که آهسته آهسته بشر از دو جنسی بودن به سه جنسی بودن گرایش پیدا بکنه. ما الان فکر میکنیم بین مذکر و مؤنث واسطه وجود نداره، به ذکورت و انوثت واسطه وجود نداره. تطورات تاریخی ممکنه آهسته آهسته، البته آهسته آهسته وقتی میگیم نه دو سال دیگه، سه سال دیگه ها، ترجمه میکنید. من یادم میاد که وقتی ما در قم بحث ترانسفورمیسم مطرح میکردیم، همیشه من با این مواجه بودم که یه نیشخندی میزدن، گفتن که ما که تا الان ندیدیم یه میمون آدم بشه. فکر میکنن عرض میکنم که داروین میگفت که مثلا پیش چشم شماها ناگهان یه میمون آدم میشه. تزش این نه بابا جون، اون یه محدوده تاریخی در نظر میگرفت بسیار وسیع تر از محدوده تاریخی که ما در نظر میگیریم. تو اون محدوده تاریخی میگفت میمون ها تطور پیدا کردن به شکل انسان های نئاندرتال و به همین ترتیب تا اومدیم انسان های امروز. خب به چه دلیلی شما میگید اگر نوع بشر از آبزیان آغازین گرفته تا اسب‌ها و تا فیل‌ها و بعدم تا میمون‌ها رسیده به انسان، از کجا میگی این تطور دیگه ثابت خواهد ماند؟ مگه ما از یه راه دور دار نیفتادیم به اینجا رسیده ای؟ البته من و شما نه، البته توجه میکنیم ما سر به سلامت میبریم، اما بالاخره ببینید ما از کجا راه افتادیم به اینجا رسیده ایم؟ بشر در طول این 600 سال 600 هزار سال گذشته از کجا به کجا رسیده؟ از یه میمون، از یک از نوع میمون خاصی که تازه خیلی هم با این میمونه که ما امروز میبینیم باز متفاوت رسیده به اینجا. خب شما از کجا میگید این سه متوقف خواهد شد؟ احساس ما هم با تطور پیدا میکنیم، ممکنه یه چیزایی دیگه از درون ما در بیاد حتی تا اینجا. خب شما وقتی ویژگی های بیولوژیک رو هم حتی دستخوش تطور بدونید، دیگه به طریق اولا ویژگی های ذهنی و به طریق باز هم اولاتر ویژگی های عرض میکنم که روانی. این هم میگه هیچ حق ثابتی، هیچ تکلیف ثابتی و هیچ کارکرد اجتماعی ثابتی باقی نمیگذاره. وقتی این دوتا رو شما گفتید، بازم زیر مجموعه های دیگه ای هم میتوان گفت. توجه میکنید ما غیر از زیر مجموعه ذکورت و انوثت و مردی و زنی زیر مجموعه های دیگری هم داریم. خب این زیر مجموعه دیگه خیلی روشن هست، زیر مجموعه های نژادی، زیر مجموعه های قومی، زیر مجموعه های خونی، اینا هم باز زیر مجموعه های دیگر هست که به هیچ کدوم از اینها هم اگر من یک اندیشمند پست مدرن باشم به هیچ کدوم از اینها هیچ ثباتی نسبت نمیدم. میگم اینها ممکنه آهسته آهسته تطور پیدا بکنه. خب این معناش در واقع این خواهد بود که چون واقعیت ثابتی درباره انسان ها نیست، ارزش ثابتی هم نیست، و چون ارزش ثابتی نیست، وظیفه ثابتی هم نیست. چون میدونی که این ستا حالا نمیخواد بحثش بشم، کاملا نظام توری با هم میسازن. فکت ثابتی در باب انسان ها وجود نداره، پس در باب انسان ها ولیو ثابت و ارزش ثابتی هم وجود نداره و بنابراین هیچ ابلیگیشن و وظیفه و تکلیف ثابتی هم وجود نخواهد داشت. ما در هر دوره تاریخی به حسب واقعیت های انسانی اون دوره ارزش هایی خواهیم داشت و به حسب واقعیت های انسانی و ارزش های اون دوره هم تکالیف و وظایفی خواهیم داشت. اما دوره ها متطور میشن، واقعیت ها دگرگون میشن، به تبع دگرگونی واقعیت ها ارزش ها دگرگون میشن و به تبع دگرگونی واقعیت ها و ارزش ها وظایف و تکالیف هم دگرگون میشن. من اینجا وظیفه و تکلیف رو به یک معنا گرفتم. تهیه شده در کانال تلگرامی مصطفی ملکیان.